قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، راهکارها و پیامدها برای انقلاب ملی ایران. درود، به کندوکاو نگاه می کنید. من عادل شریفی هستم و در دقایق پیش رو با حضور سرکار خانم شیوا پارسایی و جناب آقای دکتر حسن نایب هاشم با شما همراه هستیم تا کندوکاو و نگاهی کوتاه بر این موضوع داشته باشیم. در هفته گذشته شاهد بودیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل نهایتاً و پس از یک جلسه طولانی توانست با 25 رأی موافق، 16 رأی ممتنع و 6 رأی مخالف قطعنامه‌ای را علیه نقض حقوق بشر گسترده در ایران تصویب کند. پیش از این و با نام‌های دیگر شاهد موارد مشابهی از حرکت‌های این چنینی بوده ایم، اما اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل به این اجماع حداکثری برای حمایت از معترضان و انقلابیون در ایران برسد، فرصت تازه‌ای است که باید دقیق‌تر آن را واکاوی کنیم. آقای دکتر نایب هاشم، درود به شما. درباره قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چه می‌دانیم؟ اگه به زبان ساده بخوایم برای بینندگان توضیح مختصری درباره‌اش بدیم، میتونیم بگیم چه اتفاقی دقیقا افتاده؟ با سلام به شما و بینندگان محترم برنامه شما، از آبان 98 مدافعان حقوق بشر این احساس رو میکردن که تنها گزارشگری ویژه ایران و گزارشگری های موضوعی دیگر برای عمق و ابعاد فاجعه نقض حقوق بشر در ایران که بسیار گسترده هست، بسیار فاحش هست و ساختارمند هست کفایت نمی کنه، و به خاطر این از آن زمان تلاش کردیم که یک سازوکار جدید که هیئت حقیقت یاب هست در کنار گزارشگری ویژه ایران تشکیل بشه. خب البته می دونید کشورهای معدودی هستن که گزارشگری ویژه دارن، برای اینکه به همون دلیلی که عرض کردم میزان نقض حقوق بشر در حدی هستش که ایجاب میکنه که چنین ساختاری ایجاد بشه، چنین سازوکاری ایجاد بشه، ولی کشورهای باز هم معدودتری وجود دارن که این هیئت‌های حقیقت‌یاب رو دارن یا کمیسیون‌های تحقیق رو دارن در چارچوب سیستم سازمان ملل. ولی کن خب ما هم مواجه بودیم با اینکه در جهان اون توافق وجود نداشت به اندازه کافی که در این راستا اقدام بشه. به طور مشخص دولت آمریکا از شورای حقوق بشر خارج شده بود و خب تأثیر داره حضور یا عدم حضور آمریکا در یک نهاد بین المللی، به اضافه این که خب تا ما آماده بکنیم با کشورهای مختلف صحبت بکنیم تا این تلاش رو پیش ببریم، با اینکه خب حادثه حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی هم پیش آمد و خب طبیعی همه ما گرفتار مسائل دیگر هم بودیم در کنار فعالیت‌های حقوق بشری در ارتباط با اعتراضات وسیعی که اون موقع صورت می‌گرفت، کرونا هم پیش اومد و با کرونا همه چیز عملاً به حالت سکوت در اومد تا حد زیادی، یعنی بسیاری از اقدامات مانند گذشته صورت نگرفت و این ادامه پیدا کرد که شرایط موجود و با قتل جان گداز مهسا امینی دوباره این امکان برای ما مدافعان حقوق بشر پیش آمد که در این راستا تلاش بکنیم. ابتدا 14 سازمان حقوق بشری و 43 سازمان حقوق بشری در زمانی که شورای حقوق بشر جلسه عادیش رو داشت سعی کردیم که یک بحث عمومی ویژه در این رابطه صورت بگیره، ولی که آن شورای حقوق بشر درگیر بود با دو قطعنامه در رابطه با چین و روسیه، باز هم به خاطر نقض شدید حقوق بشر در اون کشورها که با اینکه این دو کشور عضو دائمی شورای امنیت هستند و حق وتو دارن، ولی که در مجمع عمومی یا در شورای حقوق بشر چنین حقی رو ندارن و خب میدونید که روسیه رو اخراج کردن از شورای حقوق بشر به خاطر اینکه منشور سازمان ملل رو زیر پا گذاشته بود، و خب موفق شدن که گزارشگری ویژه کشوری رو برای کشور عضو دائمی شورای امنیت هم صادر بکنن، قطعنامه در این رابطه صادر شد. متمرکز بودن روی این موضوع، یعنی سه کار عمده رو نمیتوانستن با هم تو اون مقطع انجام بدن. البته قطعنامه مربوط به چین رأی نیاورد، ولی قطعنامه مربوط به روسیه رأی آورد. بعد از اینکه خب این اجلاس
عادی شورای حقوق بشر پایان یافت، ما مدافعان حقوق بشر تلاش خودمون رو ادامه دادیم، با کشورهای مختلف وارد گفتگو شدیم. از اونجایی که در اجلاس سران مجمع عمومی وزیر خارجه آلمان از مهسا یاد کرده بود، تنها 4 روز 5 روز بعد از اینکه این حادثه روی داده بود و رئیس جمهور شیلی و هم از او یاد کرده بود، بنابراین با تماس نخستین با اونها و بعدا با بقیه کشورها نهایتا به اونجا رسید که آلمان به عنوان یکی از اعضای شورای حقوق بشر و ایسلند به عنوان کشوری که قطعنامه ها سر سالهای اخیر قطعنامه مربوط به ایران رو در شورای حقوق بشر مطرح میکنه، این دو توانستند یک سوم در واقع رأی یک سوم اعضای شورا رو در مرحله اولیه داشته باشن و بتونن جلسه فوق‌العاده رو فراهم بکنن، در واقع فراخوانش رو بدن مطابق آیین‌نامه داخلی شورای حقوق بشر. و خب طبیعیه که تلاش کردن که با کشورهای مختلف عضو شورا صحبت بکنن، علاوه بر سازمان‌های غیر دولتی که تلاش خودشون رو کردن، به اضافه اینکه خب آقای جاوید رحمان هم به عنوان گزارشگر ویژه از این موضوع حمایت کرد. نهایتا به اونجای انجامی که این قطعنامه یک هیئت حقیقتیاب رو تعریف بکنه که هیئت حقیقتیاب شامل حدودا 20 کارشناس خواهد بود، یعنی یک دستگاه نسبتا عریض و طویلی خواهد بود که کاملا عینی گرایانه، کاملا مستقل و بی‌طرفانه و نسبتا سریع بیاد مستند سازی بکنه مجموعه موارد نقض حقوق بشر رو و اون رو آماده بکنه. قاعدتا حقوقدانهایی که در رابطه با مسائل حقوقی هم هستن و در اون خواهند بود و آماده بکنه برای اینکه در صورت لزوم ناقضان فاحش حقوق بشر به دادگاه های بین المللی یا ملی کشورهایی که حضور دارن کشانده بشن. سپاسگزارم آقای دکتر نایب هاشم. سرکار خانم پارسای درود، خوش اومدید. همونطور که میدونید 16 کشور رأی ممتنع و 6 کشور رأی منفی به این قطعنامه دادند. چرا این کشورها هنوز حامی جمهوری اسلامی هستند و آیا کشتار مردم و کودکان را در ایران نمیبینند؟ درود بر شما جناب شریفی و مهمان عزیزتون. جوابی که من میتونم بدم اینه که به غیر از منافع اقتصادی و سیاسی، مهمترین دلیلش این هست که این کشورها مثل کوبا، چین، اریتره و غیره، پاکستان، حقوق بشر رو محترم نمیشمرند. کشورهایی که رأی منفی به این قطعنامه دادن خودشون ناقضان بزرگ حقوق بشر هستند. در مورد کشورهایی که رأی ممتنع دادن، برخی از فعالان و مدافعان حقوق بشر در واقع میگن که منتظر این بودن که برخی یا بسیاری از این کشورها رأی منفی به قطعنامه بدن و این که رأی ممتنع دادن یک موفقیت هست، چرا که به گونه این کشورها نشون دادن که در مقابل کشتار کودکان و زنان نمیتونن بی تفاوت بمونن. اما اون چیزی که مسلم هست، در دوران ما در سطح بین المللی مبارزه‌ای وجود داره بین دنیای آزاد و تمام آزادی خواهان و دنیای دیگری که ارزش‌ها و هنجارهای متضادی با اون داره، که در اون پوپولیسم، فاشیسم و استبداد وجود داره. این جنبش آزادی خواهی رو فقط ما الان در ایران نمی بینیم. ما این جنبش آزادی خواهی رو در اوکراین می بینیم، در ایران می بینیم و همین چند وقت پیش دیدیم که در چین شروع شد. بنابراین این کشورها احساس خطر می کنند و بسیار طبیعی هست که در مقابل یک همچین قطعنامه‌ای یا رأی ممتنع می دن و یا رأی منفی میدن. اما اون چیزی که در این رأی برای من چشمگیر بود این بود که حمایت از مردم ایران از سوی جامعه جهانی فقط شامل کشورهای اروپایی و کشور مثلا آمریکا نمیشد.
بلکه شامل تمام کشورهای جهان از ژاپن تا آرژانتین و در وقتی که در نقشه نگاه میکنید میبینید که حمایت از مردم ایران واقعا جهانی است. سپاسگزارم. آقای دکتر، در سوال بعدی اگه ممکنه بفرمایید، پس از این قطعنامه شورای حقوق بشر موظف به اجرای چه دستور عملهایی خواهد بود و موارد اجرایی این قطعنامه دقیقا چیه؟ البته شورای حقوق بشر در این مورد وظیفه در این مرحله نخواهد داشت. این هیئت هستش که نتایج بررسی خودش رو در ابتدا در واقع گزارش شفاهی خودش رو به یک اجلاس شورا و بعد کتبی خودش رو به اجلاس دیگری از شورا ارائه خواهد داد و خب نتایج اون بسته به نتایج اون پیشنهادهایی خواهد شد به شورا و احتمالاً نهادهای دیگه سازمان ملل. مثلا در مورد مشابه در مورد سوریه، این جنایاتی که اونجا صورت گرفته جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تلقی شده و خواسته شده که این پرونده این جنایات به شورای امنیت بره و از اون طریق به دادگاه بین المللی جنایی. یعنی این روندی هستش که قابل تصور هستش که این کار طی بکنه. این ممکن انقلاب نوین ایران زودتر از اون به ثمر برسه و بخشن در مرحله بعدی این کار انجام بشه، یعنی در مرحله عدالت انتقالی چنین مشاهده این روند باشیم. واقعیت هم این هست که معمولا جهان موقعی به این مرحله میرسه که اون نظام در حال فروپاشیه و این امید برای بسیاری از کشورها وجود داره که اون دیگه با اون نظام کاری نداشته باشند و با اون نمایندگان مردم که حالا نظام جدید رو تشکیل خواهند داد در ارتباط قرار بگیرن. این مراحلی هستش که در این رابطه طی خواهد شد. فعلا مرحله‌ای هستیم که اولا این هیئت تشکیل بشه. این هیئت مدافعان حقوق بشر ترکیبی رو به هر حال پیشنهاد بکنن با توجه به شناختی که دارن سازمان‌های غیر دولتی که وجود دارن در سطح جهان، افراد معتبری رو به رئیس شورای حقوق بشر معرفی کنن. بعد از اینکه این هیئت از کارشناسان تشکیل شد، طبیعیه که اونها برگه روال معمولی خواهند خواست که مستندات بهشون ارائه بشه و این کار همگانی هستش که مجموعه این شواهد رو در اختیار اونها قرار بدیم. فعلا تو این مرحله هستیم. بعدا دیگه حالا چه نتیجه خواهد گرفت این هیئت؟ البته این هیئت همون که اسمش هست حقیقت یابه و یک دادگاه نیست و نهایتا به دادگاه یا دادگاه ها سپرده بشه بر مبنای اون چیزی که در بند هفت این قطعنامه نوشته شده که چگونه باید در قسمت جیمش یک تبصره‌ای که داره به طور مشخص گفته شده. این مستندات و به هر حال نتیجه بررسی قابل استفاده هستش در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی از جمله در روند صلاحیت قضایی جهانی، مثل آن چیزی که در مورد آقای حمید نوری دیدیم. وقتی که عاملان این جنایات مشخص بشن، بنابراین در هر جای دنیا که حضور داشته باشن میتوان اونها رو مورد تعقیب قرار داد و دادگاهیشون کرد. و در دنیای امروز همه نمیتوانن در اون چارچوب کشوری که فعلا دارن زندگی میکنن بمونن. وقتی دنیا به طور کلی روی یک کشور تمرکز پیدا میکنه مثل جمهوری اسلامی، نهایتا مفری نخواهند داشت ناقضان فاحش حقوق بشر. یکی از موارد مهم پس از این نشست و تصویب قطعنامه تشکیل کمیسیون حقیقت یابه. جمهوری اسلامی هم گفته که با اون همکاری نخواهد کرد. البته ما تعجبی نکردیم از این اظهار نظر جمهوری اسلامی. این کمیسیون چگونه کار خواهد کرد و به نظر شما چگونه پیش خواهد رفت؟ همونطور که میدونید کمیسیون حقیقت یاب زمانی به وجود میاد که نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه و نقض گسترده و جدی حقوق بشر مشاهده شده باشه. و این اتفاقی هست که در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی افتاده و جهان شاهد سرکوب‌های شدید و مرگبار معترضان ایرانی بوده که دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز زده و میزنند.
جهان در واقع شاهد این کشتارها بوده، کشتار زنان، کودکان، تعرض جنسی در حین دستگیری، شهادتها در رابطه با شکنجه، تعرض جنسی در زندانها و غیره. در واقع اتفاقی که افتاده، هر ایرانی در این مدت مثل یک خبرنگار بوده در سطح محلی، در اونجایی که این اتفاقات افتاده، و اینها شاهدان زنده‌ای بودند که این فجایع رو مستندسازی کردن، اونها رو در سطح گسترده انتشار دادن و با تلاش تمام فعالان حقوق بشر و ایرانیان خارج از کشور باعث بیداری وجدان جامعه بین المللی شدن که امروز در مقابل جمهوری اسلامی موضع‌گیری میکنه. بعد اضافه بکنیم که حقیقتیاب از ابزارهای اساسی و مهم سازمان ملل هست که در واقع واکنش خودش رو از به این صورت با این ابزار به موارد نقض حقوق بشر نشون میده. کار این کمیسیون در واقع جمع‌آوری مدارک، اسناد، اطلاعات، شهادت‌ها، تاریخات، تاریخچه اتفاقات و مستندسازی و راستی انگاری اینها هست و در نهایت با سند و به طور مستدل اونها رو تایید کردن هست. این تایید امکان این رو میده که تمام عاملان و آمران نقض حقوق بشر، تمام قاتلان، تمام کسانی که کیان، نیکا، مهسا و جوانان ما رو به خاک و خون کشیدند، تمام متجاوزان رو پاسخگو میکنه، در کادر حقوق بین المللی اونها رو پاسخگو میکنه. اینکه جمهوری اسلامی همکاری با این کمیسیون نمیکنه، همونطور که شما گفتین، اصلا جای تعجب نداره و قابل پیش بینی بوده. حتی اگر هم ظاهرا میخواست همکاری بکنه یا روزی بیاد و بگه من همکاری میکنم، کاری جز کارشکنی نخواهد کرد. اون چه امروز مهم هست و من فکر میکنم که وظیفه ما هست، این هست که تمام ایرانیان جهان باید به این مستندسازی یاری برسونن، به خاطر اینکه دادخواهی ما برای تمام کسانی که از دست دادیم به نتیجه برسه، به یک نتیجه قانونی برسه. یعنی از یک طرف کمیسیونی که تشکیل میشه نیاز به این داره که مردم محلی با این کمیسیون همکاری بکنن و سندسازی بکنن از اتفاقاتی که در خیابان میفته و یا در جاهای مختلف میفته. از طرف دیگه این کمیسیون احتیاج داره که سازمانهای حقوق بشری باهاش همکاری بکنن در این سندسازی. اضافه بر اون، من بر این اعتقاد هستم که ما با تکیه بر همبستگی که این خیزش انقلابی در بین تمام ایرانیان به وجود آورده و باعث این شده که فعالیت گسترده‌ای همه ایرانیان داشته باشند بر ضد جمهوری اسلامی، باید سازوکاری درست کنیم، سازماندهی درست بکنیم برای جمع‌آوری در واقع این اسناد و مدارک و برای مستندسازی. در واقع سازماندهی مثل یک بانک داده ها تا بتونه برای این کمیسیون کمکی باشه و در اختیار این کمیسیون بذاره. همونطوری میدونین اوکراین این کار رو از طریق دیگری کرد، یعنی سازماندهی اداری که داره در واقع برای اوکراین یک وزارتخونه این کار رو در دست گرفت. من فکر میکنم که ما نیاز به این داریم که این سازوکار رو خودمون بسازیم و گروه های کوچیک و بزرگی که در این رابطه کار میکنن رو به صورت شبکهی به همدیگه وصل بکنیم تا اینکه بتونیم بسیار مؤثر باشیم و کمک این کمیسیون باشیم. سپاسگزارم. و سوال آخر رو از شما میپرسم جناب آقای دکتر نایب هاشم. معنای سیاسی تصویب چنین قطعنامه‌ای برای معترضان و انقلابیون و همچنین حکومت ایران چیست؟ آیا این قطعنامه و پیامدهای آن میتواند کمکی برای معترضان باشد؟
دقیقا من در خلال صحبت قبلی عرض کردم که دنیا به جایی میرسه که به جای حاکمیت فعلی که میشه حاکمیت دفاکتو، حاکمیت در واقع، حاکمیت دیگر، حاکمیت مردم رو به تدریج قبول بکنه. ولی خب این حاکمیت دیگر باید خودش رو شکل بده. ما در جریان وقایع سال 88 دیدیم که مردم اون زمان میگفتن اوباما اوباما، یا با اونها یا با ما. ما هم که در جلوی سازمان ملل الان تحسن کردیم، خیلی موقع این شعار رو میدیم که ملت ها دولت ها، یا با اونها یا با ما، یا میگیم ملت ها دولت ها، ایران ماییم نه اونها. یعنی مجموعه کسانی که الان در خیابان ها هستند، کسانی که از اونها پشتیبانی میکنن، این حاکمیت دیگری که به تدریج شکل میگیره و انسجام بیشتری پیدا میکنه، میتونه نماینده جامعه ایران باشه. و خب میبینیم که جامعه بین المللی گاهی اوقات با دولت دفاکتو نسبت به اون حاکمیتی که هست یا باید باشه یا بوده برخورد متفاوتی داره، مثل برخوردی که مثلا الان در میانمار یا یمن یا افغانستان حکومت‌هایی حاکم هستند که در سازمان ملل نمایندگی ندارند و دیگران نمایندگی اونها رو میکنند. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که دعوت ما و کندوکاو رو پذیرفتند و با ما همراه بودند. مخاطبین عزیز، رسیدیم به جایی که سازمان‌ها، نهادها و افراد برجسته بین المللی دقیق تر چشمشون به اتفاقات درون ایران هست. این به ما توان بیشتری میده تا اراده خودمون رو در خیابان‌ها و در عرصه‌های سیاسی به کرسی بنشونیم. اول و وسط و آخر این بازی شما مردم هستید. با همدیگه قسمت بعدی برنامه رو تماشا می‌کنیم.